برز سلام، اخبار امروز 12 اسفند چنل ملی افغانستان خوش آمدید. سرپرست وزارت دفاع ملی از قلمروی 203 منصوری بازدید نمود. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در سفر به ولایت پکتیا با مسئولین و منصوبین قلمروی 203 منصوری دیدار نمود. روند اخذ امتحانات کنکور در فرا آغاز شد. منابع مسئول از ولایت فرا میگوید که روند اخذ امتحانات کنکور امروز پنجشنبه با حضور داشته مسئولان محلی افتتاح و آغاز شده است. گفته می شود که در امتحانات کنکور ولایت فرا امسال 789 تن اشتراک کننده شرکت می نماید که از اون جمله 390 تن امروز در امتحان اشتراک کردند. معاونیت تامینات وزارت امور داخله می گوید به زودی 40 ولسوالی جدید در ولایت مختلف افغانستان ایجاد می شود. کرونا چار وزارت دلومړی معاونیت په چوکاټ باندې تقریبا 40 ولسوالی جدید تاسیس پلان لري او فلن وخت به هیوادوال د دې څخه مستفید شي چې 40 نوې ولسوالی تعمیرونه ایجاد کړي او ټول ولسونه له دغه مولوی عزب الله مجاهد می گوید اتهامات بی اساس مقامات پاکستانی بر افغانستان به نفع هر دو کشور نیست. سخنگوی امارت اسلامی می گوید از سوی مقامات مختلف پاکستانی درباره وضعیت امنیتی اون کشور اتهامات بی اساس بر افغانستان وارد می شود که اون را رد می کنیم. آقای مجاهد می افزاید امارت اسلامی افغانستان به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. همچنان مولوی زبیالله مجاهد می گوید اگر در این مورد کدام تشویش وجود داشته باشد باید به طور مستقیم با امارت اسلامی در میان گذاشته شود، نه اینکه در رسانه ها ادعای بی مورد صورت گیرد و ذهنیت عامه را مغشوش کند. قاری فسحالدین فطرت لوی درستس قوای مسلح در سفرش به بدخشان از ولسوالی های سرحدی این ولایت دیدار کرد. وزارت دفاع ملی میگوید لوی درستس قوای مسلح در دیدار از ولسوالی های سرحدی این ولایت به تمام جز و تام های قطعات نظامی یونیفرم توزیع کرد. در یک سال گذشته ارگان های مختلف بیش از 2000 عملیات انجام داده است. مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخله در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت در یک سال گذشته 224 عملیات مشترک، 1345 عملیات مستقل پلیس ملی و 543 عملیات قطعات خاص انجام شده است. به گفته آقای قانع در این عملیات ها 1784 تن به اتهام تخریبکاری و فعالیت های هرس‌افکنی بازداشت و 11640 میل سلاح‌های مختلف نو و بسیاری مهمات دیگر کشف و ضبط شده است. در سال گذشته بیش از 710,000 پاسپورت توزیع شده است. مسئولان وزارت امور داخله در برنامه حسابدهی دولت به ملت میگوید در یک سال گذشته 710,405 جلد پاسپورت سوی ریاست پاسپورت این وزارت توزیع شده است. نشست دو جانبه حیات امارت اسلامی و مقامات قزاقستان میان دو طرف به ارزش بیش از 100 میلیون دلار قرارداد امضا شده است. وزارت صنعت و تجارت میگوید در نشست دو جانبه تجارت حیات امارت اسلامی و مقامات قزاقستان جدیدن قرارداد به ارزش بیش از 100 میلیون دلار میان سکتورهای خصوصی افغانستان و قزاقستان به امضا رسیده است. بهره برداری 6 پروژه آبرسانی در ننگرهار. 6 پروژه آبرسانی به هزینه بیش از 109 میلیون افغانی در ولسوالی روداد ته ولایت ننگرهار از سوی ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب برای بهره برداری سپرده شد. آقای منصور در مراسم افتتاحیه این پروژه گفت تلاش می شود تا پروژه های آبی، مدیریت آب و تولید انرژی در سراسر کشور به گونه متوازن تطبیق شود. مولوی محمد یعقوب مجاهد میگوید خدمت به نظام اسلامی و مردم آرمانهای مجاهدین بوده است. مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در جریان سفر به ولایت پکتیا در دیدار با مسئولین و منصوبه قلمروی 203 منصوری گفته است خدمت گزاری به نظام اسلامی و مردم یک از آرمانهای مجاهدین بود، اکنون زمان آن فرا رسیده است که این وجیبه را سرمشق زندگی خود قرار دهیم.
برده سلام بنیر خساری امروز 12 اسد در بازار کابل خوش آمدید. یک دلار امریکایی برابر است با 85 افغانی و 33 پول، یک یورو برابر است با 93 افغانی و 50 پول، یک دینار کویتی برابر است با 278 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیس برابر است با 108 افغانی و 34 پول، 1000 تومان ایرانی برابر است با 1 افغانی و 720 پول، 1000 کلدار هندی برابر است با 1034 افغانی و 39 پول، 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 285 افغانی و 50 پول، 1 لیره ترکی برابر است با 3 افغانی و 17 پول، 1 درهم برابر است با 23 افغانی و 31 پول، 1 ریال سعودی برابر است با 22 افغانی و 82 پول.